تنظیمات فاصله بین خطوط یک پاراگراف و تنظیمات فاصله بین پاراگراف ها. اینجا ببینید پاراگراف رو دارید مشاهده میکنید. برای اینکه پاراگراف دوم رو ایجاد کنیم کافیه که کلید انتر از صفحه کلید رو بفشاریم. پاراگراف اول رو انتخاب میکنم، با درگ کردن کلیک راست میکنم، کپی رو میرم از این شورتکات منیو و با کلیک چپ کردن در اشارهگر موز و کلیک راست کردن و استفاده از پیس آپشن و کیپ سورس فرمتینگ کلیک چپ میکنم. اینجا مشاهده کنید اشارهگر موز در پاراگراف یا ابتدای خط جدید قرار گرفته. کلیک راست میکنیم و بر روی کیپ سورس فرمتینگ کلیک چپ میکنیم. تونستیم دو پاراگراف جدید ایجاد کنیم. یک زمانی هست بدون ایجاد یک پاراگراف جدید یک خط جدید ایجاد کنیم. الان این پاراگراف سوم رو در نظر بگیرید. اشارهگر مکان نما رو اومدم در انتهای اون قرار دادم. میخوام در همین پاراگراف سوم یک خط جدید ایجاد کنم. ببین اگر کلید انتر از صفحه کلید رو بفشارم میره برای شروع یک پاراگراف جدید. چطور این رو متوجه میشیم؟ در سربرگ هم گروه پاراگراف اینجا بر روی آیکون شو اسلش هاید کلیک میکنم. ببینید الان زمانی که اینجا در انتهای این فایل پاراگراف بودم کلید انتر رو فشردم، دیگه این رفت برای پاراگراف جدید. من میخوام تو همین پاراگراف سوم یک خط جدید ایجاد کنم. دقت کنید در همین پاراگراف یک خط جدید ایجاد کنم. میخوام این پاراگراف رو اصطلاحاً مثلا سه خطش کنم با تعریف یک خط جدید. اینجا میام چه کار میکنیم؟ میام در انتهای این پاراگراف از کلید ترکیبی شیفت به علاوه انتر استفاده میکنیم. کلید شیفت از صفحه کلید رو پایین نگه میدارم و همزمان کلید انتر رو میفشارم. ببینید این متن خط دوم رو برای ما اینجا یک کشیدگی ایجاد کرد، یک خط جدید ایجاد کرد و این علامت رو اینجا برای ما اومد گذاشت، علامت منو آنلاین بریک، یعنی در خط یک شکست ایجاد کرد و هنوز این علامت پاراگراف رو دارید. من میام با توجه به اینکه در حافظه هنوز این پاراگراف رو داریم، میام اینجا کلیک راست میکنم بر روی پیست آپشن، اینجا اگر مشاهده کنید کیپ سورس فرمتینگ رو میزنم. ببینید الان اینجا این پاراگراف سوم من ترکیبی از دو پاراگرافه، یعنی من اومدم در این پاراگراف دو بار این متن رو تکرار کردم. ولی چند تا پاراگرافه؟ یک پاراگراف. چرا؟ چون من در انتهای اون فقط یک بار علامت پاراگراف رو میبینم. اینجا یک علامت چی داریم؟ یک علامت مانوال لاین بریک، یک شکستی در خط اومدیم ایجاد کرد. این نکات رو در ذهنتون داشته باشیم تا به بحث اصلی بپردازیم. یه نکته دیگه هم که قبل از اینکه بخوام به بحث بپردازم در مورد پاراگراف ها بسیار لازم اینه که زمانی که یه سند جدید رو ایجاد میکنین بیاین ابتدا سوال کنید از خودتون متنی که در سند میخواین تایپ کنید آیا فارسی یا انگلیسی. فرض کنید انگلیسی، اینجا پس زبان باید زبان انگلیسی باشه. بیاین از سربرگ هم گروه پاراگراف اینجا در حالت left right باشین. ببینین در حالت left right text direction باشین، جهت از چپ به راست باشه. حالا فرض کنین میخواین چیکار کنین؟ نوع همترازی رو مشخص کنین. اینجا میبگین از align left باشه، اینجا center باشه، یا مثلا اینجا در حالت align right باشه که معمولا برای زبان انگلیسی در همون حالت align left یا در حالت سنتر استفاده میشه که متن رو در این قسمت وسط می‌نویسیم. زمانی که می‌خوایم یک متن رو فارسی تایپ کنیم ابتدا باید بیایم زبان رو از لنگویج بار ویندوز زبان فارسی رو انتخاب کنیم. این زبان فارسی ماست و بیایم از سربرگ هم گروه پاراگراف اینجا از ابزار رایت تو لفت تکست دایرکشن استفاده کنیم. چرا؟ چون در حالت فارسی ما در زمانی که زبان فارسی هستیم اینجا اگه مشاهده کنید در این حالت گفته right to left، ما از راست به چپ می‌نویسیم. چون داریم از راست به چپ می‌نویسیم بهتره که در حالت اینجا هم align right یا align center باشیم. خیلی کم پیش میاد ما در زبان فارسی حالت align left استفاده کنیم، معمولا از align right یا از align center استفاده می‌کنیم. من اینجا روی حالت align right قرار می‌گیرم. برای اینکه فاصله بین خطوط یک پاراگراف رو یا فاصله بین خطوط چند پاراگراف رو تنظیم کنیم، ابتدا در این قسمت اشارهگر موس رو قرار میدم، کلیک چپ رو میفشارم، حرکت میدم به سمت ابتدای اولین پاراگراف. تمام این سه پاراگراف رو انتخاب کردم. من چطور میدونم سه پاراگرافه؟ بشماریم با هم علامت های پاراگراف رو. این یک، این دو، این سه. اگر علامت پاراگراف براتون مشخص نیست بیاین در سربرگ هم
در گروه پاراگراف اینجا آیکون پاراگراف رو شو اسلش هاید رو فعال کنیم. سه پاراگراف رو انتخاب کردیم، میایم در سرورگ هم در گروه پاراگراف اینجا بر روی لاین یعنی خط اند یعنی و پاراگراف اسپیسینگ هم فاصله اینجا کلیک چپ میکنیم. در حالت پیشفرض در حالت یکه، این 1 و 15 تغییرات رو بین خطوط مشاهده کنید. این 1.5 هی فاصله داره زیاد میشه، این 2، این 2.5، این 3 هی داره فاصله زیاد میشه. در حالت مثلا 1.5 اینجا قرار میدن فاصله بین خطوط ماست. اگر بر روی این فلش رو به پایین لاین اند پاراگراف اسپیسینگ اینجا کلیک چپ کنیم، با استفاده از اد اسپیس before پاراگراف، اد یعنی اضافه کردن، اسپیس یعنی انگار فاصله، before قبل از پاراگراف. خب من اینجا چیکار میکنم؟ این پاراگراف وسط رو فقط انتخاب میکنم. ببینید فقط این پاراگراف وسط رو انتخاب کردم، بر روی فلش رو به پایین اون اینجا میام کلیک چپ میکنم. اینجا اگر مشاهده کنین، اگر اد رو بزنم اینجا اد میاد، این فاصله اد اضافه کردن اسپیس فاصله بیفور، این فاصله قبل این پاراگراف رو اومده اضافه کرده. اگه اینجا ملاحظه کنید این فاصله بعدش چقدر کمه، ولی فاصله قبلش اینجا به این حالته. حالا چطور میتونیم زمانی که من اومدم این پاراگراف رو انتخاب کردم و این در حالت اد اسپیس بیفور پاراگراف رو اینجا انتخاب کردم، اینجا ببین فاصله دیگه، این فاصله اینجا بین این نسبت به این بیشتره، چطور میتونم اون رو حذفش کنم؟ دوباره اینجا انتخابش میکنم، روی این فلش رو به پایین کلیک چپ میکنم، دیگه این اد شد ریموو. یادتونه در مرحله قبل اد بود دیگه، الان میام ریموو پاکش میکنم. دوباره همین پاراگراف وسط رو انتخاب کردم، میام روی فلش رو به پایین اینجا کلیک میکنم در لاین پاراگراف اسپیسینگ و میام حالت اد اضافه کردن اسپیس فاصله افتر بعد از پاراگراف. میام اگر بعد رو نگاه کنید اینجا، مثلا من کلیک کنم اینجا، مشاهده کنید این فاصله بعد از این پاراگراف چقدر بزرگه و این فاصله قبلش یه فاصله کوچیکه. چطور میتونیم این فاصله بعد رو حذف کنیم؟ اینجا شده ریموو، دیگه اون اده شده ریموو اسپیس فاصله افتر بعد از بیفور قبل از افتر بعد از پاراگراف. مشاهده کنید تونستم اون رو در حالت ریموو قرار بدم.